چطوری به یارا؟ به قربونت ردیفی. قربونت برم. یه دقیقه بایست من اینو ریکوردشو با چیز بکنم که از اول ترتمیز ریکورد شده بزنیم. خب یه دونه ریکوردشو که آره. چجوری های سوهل؟ قربونت برم. تو خوبی؟ ردیفی همی چی؟ چیکار میکنه؟ این سرشلوغی های داستان های بتل داداش خود داستان ها دیگه دیگه همه کار کردیم که بیاد فقط مردم حالشو ببرن و دیدید که آخرش هم چه اتفاقی افتاد. ترکید مثل بوم. این که رفتیم توی ترند آره بالا بیشتر باش باید میکنیم اگه بتونم. آره خیلی حالا این خبر اصلا فکر نمیکنم کسی هم فکر میکنم همچین اتفاقی بیفته. خیلی خبر بومی بود ولی یه گله خیلی ریزی حالا من داشتم از بعضی از مخاطبا چون یه جوری میگفتن این بتلو بدید بدوید تا حقم داشه نظر بدقولیش انگار یه مثلا 5 ثانیه از کارش میدونی ولی خب خوشحالم از این هماهنگیاشو همه کارهایی که میکنیم تو یه دقیقه که اتفاق نمیفته رکورد داره طرفت بنویسه میکس بشه حالا ما ویدیو هم گرفتیم 10 تا کار میدونی اینا همش زمان بره و اینکه یه اتفاقیه که 3-4 روزه هم انجام نمیشه یه اتفاقی که شاید یک ماه و نیم دو ماه حالا برای ما سرعتی تر شد ولی خب کلن بخوای این داستانا رو انجام بدی خیلی زمان میبره و اینکه گلگی هم نمیشه کرد دیگه به خاطر اینکه نمیدونن خیلی ها تو پروسه و داستان نیستن نمیدونن که این کار چقدر زمان بره ولی خب ما همه کارو کردیم که بهترین نحو احسن بدیمش بیرون و مردم حالش رو و اینکه فرهنگسازی خفن هم کردیم شایدم. رفت تو ترن چه حسی داشتی؟ من که شب خوابم نبرد. من که نمیدونستم من دیروز کلی کار داشتم تو کلاب هاوس که نبودم داشتم بچه رو صحبت میکردم ولی خشی زنگ زد بهم گفتش این اتفاق افتاده قشن خوشگم زد گفتم چون اصلا من خودم اصلا همچین جایی فکر نمیکردم که همچین اتفاقی بیفته واقعا فکر نمیکردم که همچین چیزی بشه ولی خیلی خوب خوشحال کننده است میدونی توی کاری که خود من توی سهیم بودم همچین اتفاقی افتاده برای من یه افتخار خیلی عجیب غریبه برای خود من شخصا حالا وای به حال بچه ها هم برای خودم هم برای جامعه موسیقی هنرمون برای همه برای ایرانی ها برای همه باعث افتخاری که میای مثلا بالاتر از چه میدونم کانیه وست وای میستیم میدونی چی میگم این خیلی عجیب و اینکه خیلی خوشحالم همین آره بالاتر از کانیه وست بودیم و آره دیگه حاجی جاستین بیبر و همه رو زدیم ولی دم آره البته ببین ویدیوهاش اونها یکم قدیمی تر بود ولی بازم خیلی خبر گنده ای که توی لیستی بالاتر از این اسما باشی ولی خب میگم من خودم به همچین چیزی فکر نکرده بودم ولی اتفاق افتاد من فقط به این نتیجه رسیدم اونم اینه که خیلی سرد بودم نسبت به مارکت ایرانی که ترند چه بره تو چش ولی دیدی که این اتفاق افتاد میدونی برای خودم خیلی آقا پوریا اومده پوریا رو بیاریم خشایار هم اومد یه ریکوست بده که من سری ببینمش خشایار هم بیاریم بح بح ایسایل خوبی؟ چاکرتم پوریا خوبی؟ سلام واضح میاد بچه ها عالیه آقا من اول سلام کنم به همه کسایی که دارن لایو رو میبینن اول از همه میخوام تشکر کنم دمشون گرم واقعا حمایت ها پشمیزون بود با اینکه بتل بود دو نفر دارن قشنگ میکوبن همون ولی خیلی حمایت ها خیلی خفن بود خیلی راضی شدیدم آره مردم یه کف مرتب بزنیم ستایی بزن که آره دمشون گرم خیلی اصلا فکر یعنی من تا اونجا که یادم از وقتی من خودم این کارو شروع کردم پربازی ترین موزیک ویدیویی که تو یوتیوب داشتیم یه روز 90 کا بود و این تو یه روز بالای 312 کا زد خیلی اصلا آره. عجب غریب بود رقم 125 تاست البته تو یوتیوب فعلا آره 325 خیلی خفنه آقا یه صحبتی حالا شما داشته باشین من به خشایار یه پیام بدم اینجا ندیدمش اومده یا نه اوکی اوی قربونت خبر چی شد که اینجوری شد نمیدونم ولی خیلی بتل خفنی بود جدی دارم میگم من خودم اصلا فکرشو نمی‌کردم اینجوری عذاب داره
داشت، زدیم هم دیگر ولی ارزشش رو داشت. کجا مو خشه یار نیومده؟ آه اومد اومد واشت واشت چهارتایی با هم دیگه ببریم جلو بحثو. اینستا مگه میشد سه چهارتایی؟ من نمیدونستم چه این آپدیتی هست. آپدیت جدید دیگه، پس فردا این اتفاقای عجیب غریب دیگه هم توش میفته. دکمه رو میزنم میام پیشت پوریا. اینستاگرام شد کلاب هاوس، قشنگ اومد یه آپدیت داد، قشنگ کوپ کلاب هاوس که خودت از اینستاگرام هم بعید نیست. آره واقعا خشی اگه میخوای یه کامنتی چیزی بذار که براش فرستادم، فکر کنم الان بیاد. اوکی آرام تو لایوت میشه از این چیزا کشید دیگه، خودت میدونی بابا. برو بکس. یو 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 درود، چه خبر؟ تو خوبی؟ سلامتی قربونت. خب آقا چی کار میکنید؟ همه خبرهای خوب. آره دیگه آقا، 57 جهان روک لیل نز اومد زیرمون یه تریپ اومد. آره یعنی اصلا این سیستم بدون هیچ لیبلی به صورت ایندیپندنت دو تا آرتیست فقط با هم، این همه فنای با شعور و با شخصیت رفتن درست توی یوتیوب استریم کردن 57 جهان. خیلی حرفه ها فقط، یعنی اصلا نمیدونم شما نظرتون چیه راجبش. آقا یه دقیقه وایسا، من کلا لایو رو جهت‌دار بکنیم که خیلی چون وقتش هم طولانی نشه، من همین اتفاق آره موافقم سوال بکنم که بگم ترند جهان شدیم، 17 ام آلمان شدیم اگه اشتباه نکنم، و دمتون گرم واقعا با این موزیک ویدیو. می‌خواستم ببینم که نظر تک تکتون چیه و به نظرتون این بتل با این به هر حال داستانی که داشت آیا برنده داشت، و اینکه نظرتون راجع به ورس رقیبتون چیه؟ خب میخوای الان نمیدونم ترتیبمون چجوریه بالا تا پایین، میخوای من اول سهیل بگه بعد بیاد؟ آره سهیل بگه بعد شما بگیم بعد من. تا خیلی هم خوبه چون اینجوری منم میرسم تا استودیو. ببین اول اینکه من خودم از این من خودم به و خودم موزیک رو بسیار از قدر و اینکه میدونه نفر برم با هم، ولی نه تو این هم. اینترنت من بده یا اینترنت تو هم سایل بده؟ بکنم حال سوهیله یه کچولی تداش لگ میشه الان که یه جا برو آنترنت بهتر شه. از اول بگو اصلا نفهمیدیم چی گفتی الان که. آره الان بده. من از قدیم های پوری ها رو و اینکه یه دو دو تا چهار تا کردم پیش خودم پیشنهاد بطل اونا میدونستم اتفاق افهمی رو، ولی خدا از این ساستان بیا بگم پوری ها رو خیلی همونجوری دیدن حرف رو خیلی من راحت تره میشه به خاطر اینکه سر بودیه که جا افتاده تره، و اینکه من خودم با ورسش حال کردم ولی ورس خشیه بیشتر دوست داشتم تا قبل از اینکه خیلی موقعات حرفه مرد میزه. ببین خیلی صدات بده سهل، به نظر من یه کاری بکن اینترنت درست شه. ببین من میفهمم چی میگه، نمیدونم برای شما خیلی بده برای من خوبه. همین کلیتش فقط اینکه آره من حرفم فقط اینه که میگم وقتی اومد بیرون صحبت های مردم رو که شنیدم یه ذره طرز فکرم نسبت به ورس پوریا عوض شده، هی بهتر شد طرز فکرم نسبت به ورسش، و اینکه هی بیشتر خوشم اومد، هی بیشتر حال کردم بود تا اینکه رسید به اینجا. ولی پوریا خب برای اینکه هم طرفدار پوتکی ها میگه پوریا میگم من نمیتونم دروغ بگم، من از قدیم موزیکاشو گوش دادم، اون موقعی هم که تینیج بودم یه آلبوم داد به اسم خودکشی فکر میکنم، من خیلی گوش میدادم اون آلبومش و اینکه گوش میدادم موزیکاتو. دمت هم گرم کلی، با ورست هم خیلی حال کردم. ایول ایول. خب حالا نوبت کیه آرام؟ پوریا پوریا به ترتیب اینجوری بریم که چیز نشه. آره آره چون من نمیدونم دقیقاً ترتیب چیه. خب برو بریم. من الان راستش رو بخوام بگم از تقریب واقعا که واسه
آقا من یه چیزی بگم، یه دقیقه فهم کنم به خاطر نت نیست، این یه آپشنی که داره وقتی صدا یکی دیگه میاد صدا اون یکی بسته میشه، وقتی یکی حرف میزنه یعنی هندزفری اگه فکر کنم بذاریم چیزتر میشه، چون هر کی حرف میزنه یکم انگار نتش ضعیف میشه، صداش خوب نمیاد. آره من هندزفری الان دم دستم نیست، چون برای پوریا میافته. یه دقیقه باید من هدفونمو بذارم صدای من از من حداقل پخش نشه. یک لحظه منم اومدم تو خونه که اومدم تو استودیو که بهتر بتونم حرف بزنم، خب چون صدای قشنگ کار تا میشه. الان صدای من اوکیه؟ آره من اوکیه، مسیری بذارم فکر کنم تو هم هندزفری بذاری بهتره، چون صداها 3-4 تا میشه از مال بقیه هم میاد. من خودم حرف میزنم صدای خودم هم دارم. منم خب برو بریم بانیه ضعیف. خب میخوایی تا پوریا بیاد یا وایسیم پوریا هم بیاد بشنمه نظرت؟ من دارم گوش میدم. بایستا نه دیگه الان نظر پوریا بود دیگه، الان پوریا باید حرف بزنه. گفتم تا بیاد شاید طول بکشه. من اومدم هنسفیری نمیتونم به خاطر اینکه از این سولاخی ها نیست آیفونم، از این چیز هست ندارم از اون. آره اوکی اوکی الان صدای منو میشنوید؟ نظر ما بگید. آره اوکی آره بگو نظرتون. اونجوری که برد و باخت واسه مردم مهمه، وجدانن واسه من در حد مهم نیست. فقط برنده به نظر من کلن کل رپ فارسه. حالا من خودم به شخص آدم مغرور نیستم، حالا خود حالا ببینیم نظر اونم چیه. به نظر من نظر واقعیم جفت کارا قشنگ بود. حالا مثلا من تو ذهن خودم میگم رپ بتل یعنی گفتن فکت، ولی خب وقتی مثلا ورس خشیم گوشتم وجدانن که تو رایم فلو خیلی خفن بود. من بیشتر فکت گفتم شاید از نظر شخصی. کلیتشو هر جور حساب میکنم یه حرکت بزرگ صورت گرفت. برندش هم واقعا رپ فارسه، یعنی اصلا اینجوری نیست که یه سری ها بگن پوتک برد، یه سری ها میگن کچی برد. کلیت نظر من اینه، هر جوری بخوایم حساب کنیم با این اتفاقی که افتاد، حالا من دروغ نمیگم، حالا من واقعا دیروز وقتی دیدم تو جهان مثلا کانیه وست و جاستین بیبر دو تا ترک، ما از اونا بالاتریم. البته اونا هم ترکی داشتن، مثلا لیلنس یکی از ترکاش رتبه یک داشت، ولی خب یک چند تا ترکش هم زیر اون بود، کانیه وست زیر اون بود. من خودم مثلا شوکه شده بودم، پشمام ریخت بخوام راستشو بگم. مثلا یه جمله ای هم دارم میگم پاپ خون که جهانی نمیشه مگه رپرها مردن، که به حقیقت پیوسته. این هم نظر من بود. ایوال. شب تا صبح خوابت نبرد پس ها؟ اصلا یه فیلم هم دیدم هم چک میکردم ببینم رتبه کجا میاد جا به جا میشه. یه یکی از دوستان گفت بابا بگیر بخواب صبح بلند میشی واسه همه اسکرین شات دیگه. صبح بلند آخر و هفت بود دیگه عالیه. آره. 57 بود. آره آره خیلی دقیقا من نظرم دقیقا همینه. ببین من خودم شخصا خب مثلا نمیتونم بیام بگم آقا برنده مثلا فلانیه یا برنده 20 سالیه. اصلا برنده هم اصلا برای ما مهم نبود از اولش، هم فرنگسازی مهم بود، این چیزی که جا بندازی مهم بود، مثلا همین که بتل رو بتونیم با هم دیگه درست ببریم جلو بدون اینکه یه سری چارچوبا رو رد بکنیم، این خیلی مهم بود. و دقیقا منم فکر می‌کنم تو هم همون متن خوندی که منم خوندم، یه نفری نوشته بود جفتمون هم تگ کرده بود، زده بود برنده این بتل رپ فارسیه و دیگر هیچ. و واقعا هم دقیقاً همینطوره، واقعا برنده این بتل رپ فارسی بود به نظر من. حالا خب طرفدارای کوتک میگن کوتک، طرفدارای من میگن من، حالا یه سری از آرتیستا میگن اون، یه سری آرتیستا میگن من. واقعا این مهم نیستش که کی برده بتل رو، یعنی واقعا اصلا نمیشه، چون جاجی نداشته، کسی نبوده که بخواد جاج بکنه، یا مثلا اصلا از اولش هم سیستم اینجوری نبود که مثلا بخوایم حالا برنده یا بازنده پیدا بکنیم. یه کلکلی بوده که صرفا اینه مثلا من و پوریا مثلا اتفاق افتاده. ولی اتفاق خیلی خفنی که افتاد این بود که من یک بار دیگه به هم ثابت شد که هنر مستقل و اینکه تو با کمک حالا یه سری جریانایی که راه میندازی یه سری سو بدی به این مارکت، واقعا یه اتفاقات خفنی میفته. مثل همین که واقعا ما 57 شدیم تو جهان، یعنی اصلا من واقعا باورم نمیشد اون لحظه که اون صحنه رو دیدم، اصلا یعنی گفتم این چیه دیگه، یعنی
این همه مثلا چه میدونم این همه مثلا آرتیست خفن اونجا بودن، ما هم مثلا جزوشون بودیم. این خیلی برای من ارزش داشت. راجع به ورس کوتک هم من بگم که منم ورس کوتک رو خیلی حال کردم. به نظرم یکی از قوی ترین ورساش بود که تا الان نوشته بود. حالا مثلا تو میگی مثلا به نظر من بتل فکته، من میگم هم فکته هم همه چی در کنار همین، ولی باز با این حال من خیلی حال کردم با ورست. خودم شخصا خیلی حال کردم با ورست، مخصوصا با استارت ورست که اینجوری میکچی یکچله اونجاش خیلی حال کردم. مثلا یه سیستمی دارم باهاش خیلی حال میکنم. ولی کلا حالا خارج از هر بحثی، منم نظرم دقیقا همسوه با خودت. ما واقعا یه کار غیر ممکن و ممکن کردیم، یعنی نه با یه لیبلی مثلا ما بودیم، نه ساین جایی بودیم، نه هیچی، ولی باز با همه این شرایط ما رکوردی رو زدیم که خیلی نتونستن بزنن. یعنی اولین رکورده به نظر من رپ فارسی که به اینجاها رسیده، و این به نظر من خیلی ارزش داره. حتی اگه قرار باشه 5 بار دیگه هم منو دیس کنی، من دیس کنم، حاضرم این اتفاق بیفته دوباره بریم تو چهارمی جهانی. رفت یه جو بشین. آخه نمیخواستم توی دوربین چیز کنم، دارم یه سیگار دیگم میکشم. دادی چیه؟ پوستر. من راجع به این پوستر یه توضیح بدم، من اینو خانومم به هدیه داده، فقط خواستم جواب در اون. آقا من یه نکته اشاره کنم، اگر نمیدونستم اونو پاره نمیکردم، یه پوستر دیتو پاره میکردم. آقا من یه نکته اشاره کنم، یه چیزی که کامنت ها رو وا کن، ما یه جا وا میکنیم چون الان خیلی میاد بالا و اینا یا میاد تو تصویر، گفتم تو تصویر پوریا هم قشنگ معلوم باشه اونایی که دارن میبینن کامنت نذروش. بعد یه نکته میخواستم اشاره کنم، حالا واقعا خیلی حرکت بزرگ و خوبی بود، ولی یه داستانی که هست، مثلا من دیدم خیلی ها میگن آقا بتل دوستانه چیه فلان چیه و این حرفا. آقا بیف که نیست، بیف واقعی نیست که، البته بیف واقعی بود و به بتل کشید، ولی خود بتل، آره بذار من توضیح بدم، خود بتل بیف مثلا توپاک و بی آی جی نیست که بخوان همو بکشن. دقیقا مثل یه مسابقه ام ام ای میمونه، دو نفر میان توی رینگ در حد مرگ همو میزنن، آخرش همو بغل میکنن، میدونی قبلش با هم دست میدن، یا مثل دو تا مسابقه فوتبال که تو بازی ممکنه بزنن مصدوم شه پای طرف بشکن، آخر بازی همه با هم دست میدن با هم. اوکی اینش قشنگه و یک میشه گفت مسابقه و یه چالشی بود، گرچه که خب بچه‌ها با هم از قدیم مشکل داشتن و خب من و سهیل باهاشون حرف زدیم، اولش هم بخوایم چیزو ببینیم واقعا یه کوچولو خودشون مردد بودن که بخوان این کارو بکنن، ولی خب هم سهیل خیلی پیگیری کرد هم من، مثلا دو سه روز طول کشید بچه‌ها رو راضی کنیم بیان. و من میبینم بعضیا میذارن بتل هماهنگ شده، اینا بتل سورپرایز مگه ما داریم؟ بتل مگه غیر هماهنگ شده میشه؟ ما میایم بتل که... غیر هماهنگ شده نمیشه، دقیقاً میای یه تایمی یه جای مشخص میشه. دقیقاً آره هم اینو کلامت میگفتن، مثلا بتل بتلای قدیم، مثلا حالا اسم نمی برم، مثلا دو نفر قدیم با هم به هم خوش میدادن، اون موقع سنا پایین‌تر بود به نظر من. شاید من خودم مثلا 7-8 سال پیش یکی رو دیس میکردم، یه سری الفاظی رو به کار میبردم که الان پشیمونم، میگم چه کار بدی کردم اون موقع چنین لفظایی رو به کار بردم. اینم نظر من بود. دقیقاً. خب آقا حالا من پوینت اینو... من حالا میخوام پوینت خودم راجع به این موضوع بگم، منم مثل تو دقیقاً. ببین خب ما وقتی که بتل کردیم، حالا این داستان از یه جایی شروع شد، من میدونم سر چه اتفاقی این داستانی که همه بتل ها هماهنگ شد از شروع شد، اونم این بود که سپه توی یه لایوش اومد، توی یه یوتیوبش اومد گفتش که همین بتل ها هماهنگ شده است، و مثلا خشی زنگ میزد به امین خلوت هماهنگ میکرد و اینه. ببین سپه اشتباه اینو گفته، یعنی به خودش هم زنگ زدم گفتم چرا اینو گفتی، این اصلا اینو نباید میگفتی مثلا، چون واقعیت رو اگه میخوای بگی این بود که ما آره بتلا رو هماهنگ میکردیم، مثلا با کوروش و جیدال و سینا و مثلا امیرعلی و بهزاد و اینا بتلامون کاملا هماهنگ شده بود، جوری بود که آقا مثلا ما زنگ میزدیم به هم دیگه. ولی وقتی با یکی بیف داری میخوای باش بتل کنی، کاری که انجام میدی اینه که منیجرا میان وسط، با هم دیگه یه گولی رو میذارن، مثلا یه هدفی رو میذارن، میگن این بتل رو میکنیم برای این، یا مثلا این کارو میکنیم برای این. و این موضوع نبوده که ما بیایم چیز بکنیم، ما بیایم مثلا یه کاری رو بیایم هماهنگ کنیم، من زنگ بزنم به امیر خلوت آره تو اینو بگو، بعد اون بگه نه تو اینو بگو، اینجوری نبوده. توی اون بتل هم دقیقاً جوری که اتفاق افتاد این بود که سهیل و امید هنرور با هم دیگه هماهنگ کردن، بیشتر حالا خود منم با امید هماهنگ بودم، و وقتی که این اتفاق افتاد، دلیل اینکه ما این کارو کردیم این بود که خب آقا ما می‌خوایم
بیایم اول یه بیتی رو انتخاب کنیم، یعنی روی بیتی میخوایم بخونیم. خب اینو چجوری میخوایم هماهنگ کنیم اگه با هم دیگه نباشه؟ این یک. دو اینکه ورسا چقدر باشن، مثلا چند بیت باشه ورسا؟ خب اینم باید بالاخره هماهنگی صورت بگیره. از کجا پخش بشه؟ دقیقاً اینم باید هماهنگی صورت بگیره. اسپانسر برنامه کیه؟ اینم باید هماهنگی صورت بگیره. خب اینا رو تو نمیتونی بیای تو بیف هماهنگ بکنی، باید وارد یه سیستمی بشه که از طریق اون سیستم ما بیایم با هم هماهنگی لازم رو بکنیم و ددلاین داشت. مثلا من فیلم دارم از خودم دقیقاً سر تایمی که من ورس همین خلوتو شنیدم، دقیقاً همون موقعی بود که من فرستادم واسه امید، اونم فرستاد واسه من. قشنگ یا سهیل از همون فیلمو گرفتم، همون موقع شنیدم، همون موقع، یعنی اونم فیلمشو دارم. و دقیقاً سر این بتل هم دقیقاً یادتون باشه توی اون گروهی که آرام با هم بودیم، تو فرستادیم و هم فرستادیم، دقیقاً همون موقع با هم شنیدیم و همون موقع هم مثلا اکت کردیم بهش. مثلا من اومدم گفتم وای دهنتون سرویس، اونم مثلا اینجوری شد. و این موضوع بالاخره ببین یه داستانیه که اگر ما با هم نیایم توی یه مسیر قرار بگیریم، این به هیچ جا نمیره. مثلا من و پوریا اگه میمدیم همدیگر رو میزدیم و تموم میکردیم بتلو، نه هیچ وقت 57 جهان میشد این داستان، نه رکورد یوتیوب رو میشکست توی ایرانیا. خودت هم میدونی رکورد یوتیوب رو شکسته توی روز اول. یعنی من فکر میکنم آرام تو دنبال این موضوع بیشتر بودی، کسی دیگه بوده که اینقدر بازی تا الان تو یوتیوب داشته باشه توی یه روز؟ نه توی یه روز میگم، روی یه روز 95 اینا بوده، 90 خب شده. الان تو هم کسی بوده آرام به جز موزیک ویدیو؟ به جز اونو من دقیق نمیدونم، ولی 300K توی یه روز، 327K توی یه روز من واقعا تو اون یوتیوبرایی که دنبال میکنم هم ندیدم. دقیقا. خب اگر ما نمی اومدیم یه جهتی به این نمیدادیم، مثلا من خودم اومدم لینک یوتیوب پوتک رو شیر کردم، اومدم گفتم آقا برید از اینجا گوش کنید. خب اگر من می اومدم تو یوتیوب خودم آپلود میکردم، اونم تو یوتیوب خودش آپلود میکرد، بعد نمیدونم یه سری برام داشتن تو این گروه میذاشتن، یه سری برام داشتن تو اون گروه میذاشتن، یعنی اگه دو تا آهنگ بود که مثلا حالت بیف بود، این اتفاق باز نمیافتاد. و خب این بچه‌ها هنوز یه ذره علمشون پایینه. ببین دوستداران رپ فارسی به خاطر اینکه ما یه جامعه ای نداشتیم که بخوایم بهشون یاد بدیم یه سری موضوعا رو، نمیدونن قراردادهای پشت پرده چجوری کار میکنه. ما پشت پرده قرارداد داریم، میگیم آقا این اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، دیگه هممون بر اساس اون قرارداد میریم جلو. نه من به پوتک نارو میزنم، نه اون به من نارو میزنه. دقیقاً نمیدونم والا ما همدیگه رو بتونیم تو آهنگ الان هستین. آره خشار یه ذره قطع وصل شدی، ولی خب بذار من ببینم دوباره چیه. خب میخوای من ادامه حرفشو بگم؟ آره آره تو بگو. یه بار احتمالاً از لایو بعد اصلا برم بیرون، بخاطر اینکه این که مثلا شنوند و علمشون مثلا گی پایینه، یه ذره هم تقصیر رسانه هم هست، چون بیشتر دقیقا رو چسبیدن جایی که زیر یاد بدن. آخه پوری یاد میدونم کل من حالا چیزم یه چیز نیازی نیست مردم اصلا یه سری چیزا رو بدونن. چیزا آره، ولی این یه چیز طبیعی باید بدونم. به نظر من آرام کامنت هم واکنی بهتره. حالا منو هر روز تو یوتیوب آقا من یه نکته بگم بچه ها، حرف میخواید چیز کنید، چون وقتی دو نفر حرفاشو میاد با هم صدا یکی قطع میشه. خب okay. این حالا میخواین حرف بزنین یا چرا خشاراف من اینجوری شدم میخواید من این توضیح رو بدم؟ اینو حتما باید بگم که مثلا کل اصل هماهنگی مثلا چیه. آرام خودت هم بودی، سوهیل هم بوده، اینو مطمئنم تایید میکنی. درست. مثلا کچی تکستشو می نویسه، منم تکستمو می نویسم، درسته؟ ما باید تکستمونو بفرستیم واسه شما تو یه روز یه ساعت خاص، درسته؟ و شما باید چرا می فرستیم واسه شما؟ که شما دوتا این وسط دیگه به ما اجازه نمیدید اون تکستو تغییر بدیم، مگه غیر از اینه؟ و ما دیگه حق نداریم اون تکستو تغییر بدیم. بعد بیف کجاش دوستانه بود؟ قشنگ دیگه پاره کردیم همه. خدایی بگم من دیگه، مردم مثلا توقع دارن فوش ناموس بدن به هم دیگه. نه واقعا دیگه قشنگ هر چی که باید نبود. یعنی اصلا به نظر من خیلی قشنگ همو به پاره پوره دوستانه. دقیقا و همین، حالا منم همینو میگفتم. مثلا تو میگی رسانه ها ایراد کارن، خب رسانه ها هم خودشون اکی علمو میگیرن از مایی که اومدیم مثلا بهشون یه علمیو میدیم. خب مثلا الان من احساس میکنم ما خیلی تأثیر داشتیم تو اینکه دزدی گوش نکنن یا از یه پلتفرم گوش بکنن یا فنا. حالا یعنی قبلا اگه 80% جامعه میرفتن سراغ لیک کردن و اینکه توی تلگرام گوش کنن، الان دیگه یه راهی رو پیدا کردن به خاطر اینکه ما گفتیم بهشون. اتفاقا وظیفه ما بیشتره نسبت به رسانه ها. ما باید اطلاع رسانی کنیم
برای چیزی که رسانه ها بیان پوشش بکنن. مثلا همین قضیه قراردادهای پشت پرده چجوری کار میکنه، حق و حقوق آرتیستا چیه، پابلیشینگ رایتس چیه، نمیدونم مستر رایتس چیه، خب اینا رو هنوز نمیدونن بچه‌ها و سیستم جهانی داره با اینا کار میکنه. یعنی اگه فردا مثلا سولجر بوی و مثلا کریس براون با هم دیگه بیف دارن، پشت پرده اون آهنگ که میاد بیرون هم داره به سولجر بوی و تیمش مثلا چیز میده، رویالتیز میده، هم به اون طرف مقابلش. خب و این موضوع به نظر من چون علم مردم هنوز کمه، من بهشون حق میدم که بیان بگن آره بتل ساختگی بوده، بتل این بوده، بتل اون بوده، اشکال نداره بذار بگن. ولی ما که میدونیم که آقا ما کاری که کردیم دلیلش این نبوده که بخوایم بتل رو ساختگی بیاریم جلو، دلیلش این بوده که ما بخوایم درست‌تر مسیر این بتل رو مشخص کنیم، هدفش رو مشخص کنیم، مثل اینکه الان رسیده به اون جایی که با هم میرسیده. آره دقیقاً. من یه نکته اشاره کنم، حتی اصلا یکی از نقشای من این وسط همین بود دیگه، که آقا من ورسایی که میاد و بشنوم اگه چیزی تغییر شد و اینا گیر بدم به آرتیستا، و اینکه حتی بک وکالا رو ما اجازه نداشتیم عوض کنیم. یعنی دقیقاً همه اینا میومد تو وکال و هیچ تغییری روش نبود. حالا اینجا یه داستان عجیب اتفاق افتاده بود که هم خود پوریا چیز شده بود تعجب کرده بود، هم خشایار. خیلی من تعجب کرده بودم، یعنی من واقعا سر اون قضیه اصلا مونده بودم، من گفتم نکنه واقعا این وصل ایلومناتی، بعد دیدم نه بابا یه سیستم. آره سر حالا اینجا توضیحشو بدم اگه کسی از حالا مخاطبین ندونست، اون داستان اهورا بود که حالا اهورایی که خشایار استفاده میکرد یکی از رپکنهای نسل یک بود اون اولا، و اهورایی که حالا پوریا پوتک میگفت منظور خدای ایران باستان بود، و خیلی جالب انگار جواب همو داده بودن در حالی که اصلا نشنیده بودن، و این خیلی یه داستان عجیبی بود. این وسط من یه نکته ریزی رو سر این قضیه عد کنم، دقیقا سر بتل با امین خلوت هم این اتفاق افتاد. ببین این اتفاق کی میفته، ببین تو میدونی حریفت میخواد چی تو بزنه، خب میدونی که حریفت میخواد راجع به چی صحبت بکنه، خب و تو میای به اون مسائل میپردازی. خب مثلا من به کچلی میپردازم چون مطمئن بودم پوریا میخواد به کچلی من گیر بده، میام مثلا مو میذارم در خودم، یا مثلا میام میگم کچلم فلانم، خب یا مثلا تو بتل امیر خلوت هم دقیقا همین اتفاق افتاد، دو سه تا حرف هم لفظ هم دیگه رو برگردوندیم. ولی واقعا این اتفاقا واقعا پشت پرده ای نداره، یعنی واقعا یه سری جاها شانسی میشه، یه سری جاها اصلا معلومه، ولی این یه دونه خیلی عجیب غریب بود. من خودم هم قبول دارم 13 که هم تو لایو هم عدد مورد علاقه پوریا. پوریا. آقا من یه نکته اضافه کنم، چیز میمونه بگو یا بخوام مثال بزنم، مثل میمونه که مثل تیم فوتبال من میبینمش این داستانو، تو مربی کلماتتی، حالا اون کلماتی که میخوای بدی بره تو زمین یه سر ترکیب تا همینجوری بدی بره تو زمین، بالاخره 10 تا داره که آه حریف روبروت با چه بازیکنایی داره میاد تو زمین. دقیقا مربی تقریبت بعضی از آنالیزا رو بفهمه، میدارم چی میگم. خب آرام میخوای جهت بعدی رو بده راجع به صحبت کنیم. آره میخواستم حالا میگم وایسایی بودم حرف هرچه تموم شه. خب آقا این حالا صحبت کردن فکر می‌کنم پشت پرده داستان خیلی‌ها دیگه بدونن، و از اینکه بعضی فکر می‌کردن یه بیت بچه با هم همان کردن، اصلا همچین چیزی نبود و هیچ وقت هم هیچ رپ کنی راضی نمیشه به این کار، چرا بعد از این داستان بشه. ولی خب اصلا جلو نمیره اینجوری. آره اصلا جلو نمیره، واقعا این نتیجه خوبی که رسید نمیرسه اون هر کی. دقیقاً. آقا یه حاشیه دیروز بود، شما البته بچه‌ای که تو کلاب هاوس بودن میدونن داستان چی بود چون اونجا صحبت کردیم، هم پوریا بود هم خشایار بود، ولی خب اونایی که نبودن نمیدونن و اینجا دارن یه سری حواشی رو من دیدم که دارن سطح اینترنت پخش میکنن. داستان چی بود دیروز وقتی اولین ویدیو این که داشتیم نشون میدادیم ویدیو ترند شده رو پوریا پخش کرد، یه پیام اومد اون بالا و اون پیام هم بود که خشایار سر بهش پیام داده بود، و خیلی‌ها میگفتن آقا پس اینا با هم دوستن، دارن با هم ارتباط برقرار میکنن. حالا من نمیگم، خود شما خودتون بگین، حالا پوریا یا خشایار اگه دوست دارن، از چالشی شروع شد که خشایار اوکی کرد و دیگه خودتون توضیحشو بدین دیگه چی شد. اون چی شد داستان این بود که ما اومدیم تو کلاب هاوس. میخوای پوریا تو صحبت کنی؟ نه داری تو بگو. من یه رومیو زدم تو کلاب هاوس که اومدم راجع به حواشی بتل صحبت بکنم، و کلا راجع به مثلا اکانت اسپاتیفای که مثلا داریم میدیم و این هست سوال بود و اینا، یکم بحث داغ بود. بعد آرام اومد توی گروه، بعد خودش هم پرسید که پوریا رو هم اد کنم، گفتم اد کن. پوریا هم اومد تو، همون اولش هم اتفاقا هم من بودم هم بچه‌ها بودن، هم کوروش بود هم پوریا بود، همه بودن، یعنی همه اومدن توی اون روم. بعد صحبت کردیم، مثلا نمیدونم دیدین یا نه، ما نشستیم همدیگه رو به چالش کشیدیم، مثلا راجب محتوای شعرهای من صحبت شد، راجب یه سری
موارد استراتژیک مثلا کارهای پوریا صحبت شد و انتقاد کردیم از هم دیگه توی اون مالا، نمیدونم کیا بودن کیا نبودن، حرف زدیم، سنگامونو وا کندیم، گفتیم آقا من نظرم راجع به این قضیه اینه، اون گفت نظر من راجع به این موضوع اینه. بعد اینکه ما این صحبت رو کردیم، من اومدم تمام گفتم آقا اگه اینجوریه خب بیا من تو رو به چالش میکشم، بیا من یه دونه مثلا برات شک یا آلبوم یا هر چیزی که هست میزنم، تو ببینم تو سبکی که من مثلا میزنم چه جوریه. پوری هم گفت من پایم و بکنیم و این حرکت رو بزنیم ببینیم که چه جوریه. چون واقعا هم ببین وقتی ما دوتا با بیف تونستیم چیزی رو ببریم رو ترند جهانی 57 برسونیم، ان تو هر مدت زمانی تو بگو یک ثانیه توی اونجا باشه، تو 10 ثانیه، ولی وقتی ما این کارو کردیم خب این نشون میده که این سیستم در کنار هم میتونه کارهای بزرگتری رو بکنه. یعنی ما فرهنگ سازی که کردیم این چند وقته، ما خیلی کارو کردیم با این بتل. حالا همه میان میگن آقا مثلا دنبال دیده شدنید، نمیدونم دنبال فلانی، دنبال بیساری، نه واسه چی؟ ما داریم یه کاریو میکنیم که سیستم درست بشه. خب و وقتی این چالش رو درست کردیم، خب دیگه با هم وقتی مشکلی نداریم، خب دیگه چیکار کنیم؟ دیگه باز بیام همدیگه بپریم؟ خب نه دیگه، میایم میبریم روابط رو جلوتر، میبریم سیستم رو میبریم جلوتر، پیشرفت میدیم به این سیستم. و این صحبت رو کردیم و اون دقیقا مال زمانیه که خب آقا من وقتی میبینم با طرف شدیم 19 آلمان، اونم تازه جالبیش اینه اصلا ما نمیدونستیم این اتفاق افتاده. آره یکی از دوستان خیلی عزیز من توی کلاب هاوس، اسمشون کپی داد پیست، خیلی هم انسان با تحصیلات و با علمیه راجع به مسائل استریمینگ، ایشون به ما گفت، اصلا گفت اینجوری شده. همون موقع من اصلا دیدم و اینو که دیگه دیدیم توی آلمان این اتفاق افتاده، گفتیم آقا بیایم این قضیه رو پس ببندیمش، بیایم اصلا چیز بکنیم. و اون مسیجی که شما میبینید و اینا دلیلش اینه. و حالا هر کسی فکر کنه ما دوست بودیم و یا دوستیم و داریم این کارا رو میکنیم، مشکل خودشه. این دیگه ما نمیتونیم بیایم برای هر طرز تفکری چیزی رو توضیح بدیم، و توضیح دادنم من واقعا دوست ندارم توضیح بدم خودمو. اینه، همینه. یعنی ما اومدیم با هم به نتیجه رسیدیم و بعدش هم حالا با هم صحبت کردیم، آره هیچ ابایی هم از این قضیه نداریم. ما تو کلاب هاوس جلوی 700 نفر آدم با هم صحبت کردیم، الان ابایی داشتیم پشت پرده این کارو می‌کردیم. دقیقاً پیامم هم که اومد بالاخره ترک رفته بود تو ترندینگ جهانی دیگه. اتفاقا من خوشحال شدم خودم هم همون لحظه، چون بعد از کلاب هاوس اون صحبت شد، بالاخره همون جوری که خشی گفت با هم دیگه در ارتباط شدیم، من خودم از خوشحالی به خشایار پیام دادم، گفتم ببین رفتیم تو جهانی. اتفاقا پیام هم سر دقیقاً. یعنی اصلا این داستان خیلی چیز عادیه. یعنی تو رفیقت با هم فکر کن، مثلا حالا رفیقت نه، تو مثلا یه آدم دیگه ای با هم دیگه یه مثلا یه کاری میکنید که با هم مشکل دارید، ولی اون اتفاق یهو جهانی میشه. آقا جهانی شده دیگه، بیام چی؟ بیام بگم من کچل نیستم، تو مو داری، نمیدونم اون بیاد بگه نمیدونم محتوانم، معلومه که دیگه این کارو نمیکنیم. من دیوانه ایم وقتی دونستیم رکورد جهانی رو بزنیم. آقا بدون لیبل، بدون ساین شدن، بدون هیچ چیزی جز طرفدارامون، فقط ما تونستیم با کمک طرفدارامون و شما اونو به اونجا برسونیم. خب معلومه مشکلو میذاریم کنار، میریم به فراتر، میریم جلوتر، پیشرفت میدیم به این قضیه. دقیقاً وقتی خروجی کارو بگو پوریا، بگو پوریا، بگو بگو تو بگو. میگم طرفدارامون هر دو نفرمون، مردم واقعا دمشون گرم، اونا هم خیلی گل کاشتن اصلا. آره واقعا واقعا. من امروز با یکی از طرفدارا توی اینستاگرام، اتفاقا طرفدار توئه، طرف فکر کنم مثلا تو 6 تا پست بالاتر فوش داده، مثلا امروز به مسیج داده بود این اسپاتیفای ما چی شد و اینا، گفتم عزیزم بیا قربونت برم، بیا برو تو اسپاتیفای، هیچ مشکلی نداریم با هم دیگه، بیا این اسپاتیفای برو توش. یعنی واقعا آدم دیگه این چیزا رو میذاره کنار. یعنی شما هم بودی جای ما همین کارو میکردی. یعنی واقعا دقیقاً این داستان، یعنی الان اینو قطع کنی باز میتونی بری ببینی من چه جوری پوریا رو زدم، پوریا چه جوری منو تو بتل زده، ولی تا اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد خیلی داستان عجیب غریب تر بود. و تا لحظه‌ای که اصلا ما به صورت مستقیم بخوایم مشکلاتمون رو تو روی هم بدون بی احترامی تو، حالا مثلا تو همون روم کوروش هم بود که خب کوروش توی بتل پشت من در اومده بود و مثلا فنای کوروش و فنای پوتک به هم دیگه پریده بودن، ولی باز من و کوروش و سهیل و آرام و بقیه بچه ها با پوتک داشتیم توی اون روم صحبت میکنیم بدون اینکه به هم بی احترامی کنیم. مثلا خیلی خیلی چیز غریبی بود. مثلا یکی از فنای پوریا تو دایرکت خیلی حالا فوش داده بود رو حساب بچگی، همون اومده بود امروز دیدم اومده بود زده بود ببخشید که فوش دادم به تو. یعنی خداییش
میبینی اثر این همکاری آخری یعنی دقیقاً اینکه این خودش هم بازی فرهنگسازی جداست. دقیقاً من خب یه چیز اول که خب وقتی خروجی کارو میبینین آدم شاید روابطش با هم عوض بشه دیگه، مثل خیلی همون که تو بچگی با یکی تو مدرسه خیلی جنگ و دعوا داشتیم ماهای طولانی، بعد شدیم بهترین دوستای هم، کما که بهترین رفیق خودم اینجوری بوده. اما میزنن بعد هم بهترین دوستا. جدی دقیقاً. آره من خودم صمیمی‌ترین دوستم همینه. آقا من یه مثال بارز براتون بزنم، من و سینا تو دو تا مدرسه مختلف بودیم و ما با هم دعوا داشتیم. دلیل اینکه من و سینا با هم دوست شدیم اصلا همون دعواه بود، یعنی ما یه دعوای خیلی سنگین مدرسه ما با مدرسه اونا کرد، بعد ما بعدن من و سینا هم دیگه توی مدرسه دیگه دیدیم، اولش اومدیم بریم دیگه با هم رفیق شدیم. میدونی چی میگم؟ داستان همینه، یعنی یه سری از روابط هم توسط خب ببین آخه وقتی چهارچوب رو نمیشکنی این اتفاقا میفته. آخه چهارچوب وقتی خراب نشه، وقتی توی چهارچوب باشه همه چی، واقعا همه مرز خودشون رو بدونن. من هیچ وقت به خانم مثلا پوریا بی احترامی نکردم و همینطور پوریا مثلا تو تکستامون هم حتی این کارو نکردیم. خب یعنی ما خیلی درست تو این چارچوب و پایه‌ها رو خراب نکردیم برای دوستی، میدونی؟ و این به نظر من خیلی ارزش داشت، اصلا کاری ندارم. و من احتمال طرفدارای پوتک هستم که حتی من فوش دادنم الان از همینجا میگم آقا دمتون گرم، یه کاری کردیم ما، بالا فوشاتون دمتون گرم نه، اون حرکتی که با هم کردیم واقعا اومدیم هم انقدر جو دادیم به این قضیه، هم انقدر این قضیه رو بزرگش کردیم که به اونجاها رسید، این خیلی برای من ارزش داشته. دقیقا. آقا حالا من یه سوال بکنم، قرار شد پروژه آلبوم باشه آخر یا آهنگ؟ تصمیم گرفتین؟ این دیگه بستگی به پوریا داره دیگه، اگه پوریا میخواد چیز، چون اینم خودش یه چالشه باز، میدونی چی بهت میگم، اینم باز دو نفری که با هم مثلا چیزی میخوان برن توی پروژه با هم دیگه خودش چالشه. حالا بعد من خودم شخصا فکر میکنم خیلی ایده ها میشه داد برای کارهای پوریا، که پوریا هم فکر میکنم یه سری ایده ها تو ذهنش داره که الان خودش به تنهایی نمیتونه اینا رو پیاده کنه. به نظر من این دقیقاً دو طرف است. باز مشکل پرودیوسر که من کلن تو کل کریر کاریم همیشه داشتم، یه نقدی که به من همیشه شده قبولش هم دارم، یعنی قابل قبول. و اینکه به نظر من این چالش اگه آلبوم باشه خیلی خفن تر میشه، چون کلا رپر سینگل ترکی نیستم. نه اینکه مثلا میخوام الان موقعیت استفاده کنم، 100% موقعیت خیلی خوبیه. مثلا من خودم تو تکست خودم خیلی قبول دارم، مثلا میگم تکست من، حالا بس کن بیتم شه تو دیگه، چی چه شبد. ولی اگه آلبوم خیلی بهتره. اوکی منم همینطور، منم موافقم اینکه آلبوم باشه، به خاطر اینکه بیشتر آدم دستش بازه و آره بعد میشه چالش های بیشتری انجام داد توی دقیقاً. حالا این خبرشو چیستر میکنیم، حالا خبرشو حالا با هم میشیم صحبت میکنیم، یه چارچوبی بهش میدیم و به مردم اعلام میکنیم. فعلا فقط در همین حدی که ما میدونیم خودمون و بچه هایی که هم تو این لایو و تو کراپ هاوس بودن بدونم، فهم کنم خیلی خوبه. اوکی آقا یه صحبت راجع به این بکنیم، نقش بقیه بچه ها توی داستان، مخصوصا سهیل و روی داستان. حالا راجع به اسپاتیفای و فروش اینا صحبت میکنیم، ولی دوستشم راجع به نقش بقیه بچه‌ها صحبت کنید و اینکه مثلا بعضیا نمیدونن، مثلا میگن چرا مثلا اسم سویل خورده، مثلا چرا اسم آرام خورده، میدونی؟ یه توضیح اگه بدین که بیشترم آشنا بشم و نظر خودتون. من اینو البته اشاره کنم، توی یک سال اخیر ما قدیم منیجر خوب میشه گفت تو رپ فارسی زیاد نداشتیم، اما یک سال اخیر مخصوصا سویل با توجه به اینکه میشناسمش، پروژه‌ای که در دست گرفته، منیجرهایی که کار بلدن و به فکر چیز هستن، رپ فارسی هستن، داره زیاد میشه و اینکه میدونن مارکت باید چجوری کار کنه، فکر پیشرفتن، حالا هر جوری شده میان و پلنا رو میچینن، یه راهی پیدا کنن برای اینکه هم مارکت بیشتر پیشرفت کنه هم خودشون. و سوهل یکی از اوناست و خیلی دوست داشتم راجع به نقشش صحبت کنه و همچنین خودش راجع به سختی‌های کارش صحبت کنه. نمیدونم خودم که دزدیه بخوام صحبت نه راجع اول سختی‌های کار سوهل بگم. سوهل خیلی منیجر بی حاشیه‌ایه. من این نکته مثبتی که داره و خیلی دوست دارم، ببخشید حالا میتونه بگم. عزیز دلیا و پوریا، من هم میتونم یه چیزی رو داستانی رو تعریف بکنم اگه میخواین، یه داستانی رو تعریف بکنم از اون تعریف اصلا بفهم، حتی یه سری حواشی هم شاید با این قضیه بسته بشه. خب ما حالا یه جوری پریدیم به هم، منو پوریا، در هر صورت حالا کی شروع کرد کی تموم کرد اصلا کاری نداره. بعد اینکه من اون تیکه گفتم مثل کوتک تو پکی اونو گفتم، یه ها سوهیل به من گفتش که پوریا استوری گذاشته. گفتم چه استوری گذاشته؟ گفت این استوریه رو گذاشته که استوپ داگ نشسته بره میگه ها 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 فلان.
منم چیز کردم، بعد اومدم یه استوری دیگه گذاشتم واسه چیز، واسه پوریا که مثلا همون آهنگ وای دارم آتیش میگیرم اینو گذاشتم. از اونجا من احساس میکنم سهیل و آرام با هم پشت پرده هستن، چون از اونجا بود که سهیل میمد میگفت بریم تو بتل، بریم تو بتل. من گفتم بریم تو بتل چیکار کنم، بتل ندارم بکنم، میخوام دیس کنم. فهمید گفت نه بریم تو بتل، بریم تو بتل خوبه، بتل کنیم. گفتم من بتل اون نامردی میزنم عمرم بتل نمیاد و اینا. گفت نه من صحبت کردم اوکی. گفتم بعد از اون گفت آره فلان. گفتم اوکی، چون من اعتماد نداشتم واقعا اولش. فکر می‌کنم پوریا هم دقیقاً همینطوری بود، اعتماد نداشت اولش به این موضوع. آره دقیقاً. آره و خب ببین نقش مثلا حال منیجر میتونه بغل من بشینه بگه دیسش کن بزنش بزن یه دونه آهنگ بده عین خیالاتم نباشه برو ما پشت دیم فلان. اگه اونو ول می‌کرد من تو حیات در از نیم ساعت باز دیسشو نوشته بودم مثلا. خب خودت هم داداش دیس کن، من مثلا بعد به طرفش هم نگاه کنی میدونی پوریا ارزش اینو داره که باش بری تو اته، این نظر منه. آره دیگه دقیقاً. و این نقش حالا هم تو من احساس می‌کنم اصلا کانکشن این چهار نفر با هم دیگه از تو و سهیل شروع شد. واقعا تو و سهیل خیلی تو این قضیه نقش داشتین. ولی یه چیز دیگه هم که من ازش سوء استفاده کردم همین داستانی بود که تو با سهیل اومدین واسه پوریا دنبال بیت اول بکس ما، من گفتم چرا بکس ما بیت میخواستی. ببین من یه نکته اضافه کنم دقیقا. سهیل حالا بگو از سختیاش بگو، از اونجاهایی که من قبول نمی‌کردم یا از اونجاهایی که تو بگو آرام، از اونجاهایی که من دارم لذت میبرم خشی. یعنی من خودت میدونی یک سال پیش نه یه موزیک کار کرده بودم با یه آرتیست تو رپ فارسی، نه با کسی دوست بودم. الان خدا رو هزار مرتبه شد از طریق خودت با همه آرتیست ها دوستم، کارهای خودت رو دارم میکنم، پرودوس میکنم، بیت میزنم. شاید بگم تو این رو تو خیلی بیشتر از همه من کمک کردی که به تلفن من نمیدادن، جواب دایرکتمو نمیدادن. ولی برای من اصلا سختی نره. شاید یه موقعی با هم دیگه فشار بیاریم و مثلا یه موقعی یعنی 23 ساعت و 59 دقیقه در روز همیشه اختلاف نظر مثلا هست، ولی من همیشه خودم سعی میکنم کوتاه بیام، چون ویژنای خشی خیلی قویه. میدونی چی میگم؟ یعنی یه چیزایی میبینه که من هنوز تجربهش رو ندارم و اینکه سکوت بکنم بذاره کارش رو بکنه و اینکه نتیجه هم میگیره. ولی کلا دارم لذت میبرم از این پروسه و دمت هم کلی گرم داداش. همین خودتون گرم. آرام تو بگو از یه ذره از سختیای کار با پوریا بگو ببینیم. ببین حالا من یه نکته اضافه کنم، بعضی ممکنه شما من با پوریا خب خیلی از آرتیست ها رفیقیم سر همین داستان. حالا من منیجر پوریا نیستم ولی خب خیلی با هم بعضی وقتا حرف میزنیم راجع به حواشی و این داستان ها و دمش هم گرم، پوریا خیلی باحاله. ولی داستان از اینجا شروع شد که من و سهیل یه شب فکر کنم ساعت 5 صبح ما بود با سهیل یه تماسی داشتیم و صحبت کردیم که آقا اینا که، چون من دقیقاً یک ماه قبل از اینکه احچاقی بیاد فکر کنم یا یه هفته خشاری استوری گذاشته بود، اون تو یه تیکه از احچاقی بود که دیس به پوتک بود. من با پوتک هم یه مدتی بود خیلی مثلا صحبت نکرده بودیم و اینا. بعد پوریا زنگ زد به من و داشتیم در باره سیش درفتیم، یه اینجوری که گفت آقا خشار میخواد منو دیس کنه، این اگه دیس کنه یه دیس بکی بهش بدم. بعد فلان خیلی عصبی بود، بعد میگفت منتظرم آهنگ بیاد. بعد علی آره بعد پرسیدم گفتم تو یه بار گوش کن ببین آخه دیدی اون ویدیو یه جوریه که انگار نه اسم منه نه اسم من، یه تیکه ویدیو استوری بودش مثلا. آره آخه اصلا چیزی بهت نگفتم اونجا، اونجا گفتم مثل توپک مثل پوتک توپکی، چیزی نگفتم اصلا اونجا بهت. نه میدونم من. خب ببین تو هم خب بالاخره هوش مارکتی داری، میدونستم چجوری حرصتو در بیار. تو قشنگترین تیکه میگم یک تیکه که میدونستی سر صدا میکنه کرده بودی، بعد دیگه کسی نمیدونست که مثلا بعد از اون چی قرار باشه. میفهمی منظورم؟ مثلا نه بابا یه تیکه یه آهنگ مثلا بوده، ولی خب مثلا من فهم کردم بیشتر باشه. آره فکر میکرد کلن دیسترک عصبی بود، میگفت منتظرم بیاد یه دیسبک بدم پر رو فلان و اینا. بعد من بهش گفتم نه بابا من اصلا این استوریه رو ندیدم، همچین چیزی نیست بابا ولش کن اینا. بعد که آهنگ اومد دیدیم این تیکه هست، من یه تماسی داشتیم میگم 5 صبح بود با سهیل، بعد صحبتش اونجا کردیم گفتیم باحال میشه، قرار شد سهیل بیاد روی خشار کار کنه من برم رو پوریا. به پوریا که گفتم همون موقع تا اومدم بگم گفت 100% نه نمیخوام فلان بهمان اینا. دقیقا 4 روز طول کشید، من هر روز به پوریا زنگ میزدم میگفتم آقا چی شد نه منم
واقعیتی بود دیگه. مثلا من فکر نمی‌کردم مثلا الان مثلا قرار میشه با خشر مثلا نمی‌دونم آدمی سر همین نگفتم. آره میگفتش که دقیقاً آخه اون حرفو سهیل و خشیار هم می‌زدن، پوریا هم می‌زدن، میگفتن آخه اینا یو ورس ما رو میدن بالا مثلا لاکارمون میکنن فلان به ما. هم میگفتن من به خشیار اینا میگفتم پوتک اینجوری نیست، به پوتک میگفتم خشیار اینا اینجوری نیستن حرفه‌این، هی به این ور و به اون ور، که آخر اعتماد رو کردن و دیگه اوکی رو دادن و دیگه. ولی من خودم خیلی آدم شناسم، نمیدونم کلا سیستم اخلاقی اینجوریه، یعنی میبینم قیافه طرفو یه دقیقه باهاش صحبت میکنم میفهمم که داستانش چیه. مثلا بابام و داداشم هم بهم میگفتن همیشه. بعد با پوریا هم همینجوری داستان، من از اولش مطمئن حالا اون بی‌اعتمادی هستی، خب حس رقابت اونم دلیلش، اونم دلیل بی‌احترامی بی‌اعتمادیه. میدونی چیه دلیل اینه که تا الان چجوری ما توی مانها آرتیستای دیگه، حالا بهشون هم بی‌احترامی نمی‌کنم، منظورم اینه که تا الان خیلی بی‌رحم بودن همه آرتیستا با هم دیگه، یعنی هیچ وقت به همین نتونستن این حس اعتماد رو بدن، در صورتی که الان اتفاقا کسی که از دعوای رپرا و از این حالتهای رپرا سود می‌بره آدمای شخص سومایی هن که حالا یا مثلا لیبل این موضوع هن، یا مثلا چه میدونم سودای شخصی استودیویی دارن از این موضوع، یا مثلا مسائل اینچنینی دارن، و این بی‌اعتمادی انقدر زیاد شده بود که دیگه نمیشد هیچ جوره کار کرد. یعنی فقط بیفا میرفت توی حالت این که چقدر یارو رو از ریشه بزنی، در صورتی که این به نظر من اشتباهه. یعنی تو حتی اگه دشمنت هم مثلا باهات توی چیزیه، اگه بتونی این موضوع رو یه جوری منیج کنی، کنترلش بکنی، همون اون جنگی هم خودش یه سری اتفاقا میفته توش. یعنی این خودش یه چیزی داره. چنگیز خان هم قبل اینکه سم بخوره بخواد بمیره، یعنی پدر چنگیز خان نه خودش، دشمناش نشسته بودن 200 متر اونورتر خودش هم اینور، اونا به اینا غذا دادن، اونا هم به اینا غذا دادن. یعنی این داستان جنگه باز تو یه جاهایی میتونه کنترل بشه. حالا ولی اینجا ما سم ریختیم تو غذای شما، نه شما سم ریختیم تو غذای ما، و این داستان شکل گرفت، و این مسئله بی‌اعتمادی از این موضوع میاد، از این کاری که تا به الان آرتیستای ما میکردن، که به نظر من اتفاقا ما باید بیایم ما بشیم نمونه هایی که بقیه آرتیستان ببینن. مثلا الان دو سه نفر تو مارکتن که خیلی با هم مشکل دارن، مثلا خب دیگه همه میدونن کیا با هم مشکل دارن، حساب بکن اونا هم بیان همچین بتلایی بکنن. خب اینا هم خب همشون ما اگه بتلایی درست بکنن، منیجراشون برن تو دانس با هم دیگه بیان صحبت کنن، اینا رو بیارن روی بیت با هم بخونن، چه اتفاقی واسه رپ فارسی میفته؟ حداقل فقط 1500 نفر از سیستم بتل من و پوریا تا الان تجهیز شدن به اسپاتیفای، یکی از شاهراهای حمایت از آثار هنری مستقل. خب این یعنی یه چیز خیلی مثبت. دقیقاً اتفاقا می‌خواستم راجع به اینم الان می‌خواستم صحبت کنم، و سهیل چقدر سر این سختی کشید، و اینکه اول یه سوال بکنم، چقدر کلا بتل فروخت؟ الان بهت لایو نشون میدم، اتفاقا خوب شد گفتی. آره من الان رقم دقیقش رو نمیدونم. با توجه به اینکه خب مدت زمان کمی رفت برای فروش و اینا، به نظر من خیلی رقم خوبی بود. قیمتش هم خیلی پایین بود نسبت به تکس آهنگای دیگه. دقیقاً 10000 تومان بود فکر کنم. آره من نمیبینم خوب. 3565 نفر خریدن. من یه ریفرش دیگه هم میکنم اینجا جدا چش همتون، فکر نکنید این پرینت اسکرین چیزیه، فکر کنم ریفرش کردن. اجازه بدین یه لحظه تا این بیاد. این چون آیدی ایرانه، یعنی آی پی ایرانه، یه ذره اینجا طول میکشه بیاد بالای دست. درست. خب ببین دقیقاً 3566 نفر، مبلغی که جمع شده 39,384,000 تومنه. حالا طبق چیزایی که ما الان داریم میبریم جلو، 39,000,000 حالا ما یه چیز میکنیم دیگه، 39,939,000 تقسیم بره 30,000 تومن ما قیمت خوب پیدا کردیم. دمون گرم. تازه سه ماهه 500 نفر رو یه ماهه دادیم، ولی اینا کلن سه ماهه میشن. 1300 نفر رو ما داریم بهشون پریمیوم اکانت میدیم، و نحوه ای هم که ما این کار رو میکنیم اینه که میایم اکسلش رو دانلود میکنیم، اکسل رو که دانلود بکنیم میایم سراغ اینجا، بذارید من بیارم اکسلش رو، اسما و شماره تلفن رو میاد،
به صورت رندوم مثلا اینا رو میگیریم رندوم اینا سبز میشن دوباره اینا رو میگیریم 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 سبز میشن و میفرستیم برای کسایی که سهیل خیلی زحمت کشید دو تا سه چهار تا کمپانی رو گذاشته بود در کنار هم دیگه که هر کدوم از این کمپانیا چون ببین ما دشمن داریم یعنی هم راهمون دشمن داره هم شخصی دشمن داریم راهمون چرا دشمن داره راهمون اینه که خب ما میخوایم بیایم چیکار کنیم میخوایم بیایم مسیر هنر مستقل رو جا بندازیم خب و کسایی که از این موضوع دارن الان سود میبرن بر علیه ما بلند میشن من حالا اسم نمیبرم ولی من میدونم خودشونم میدونن که من میدونم دوستای دیگه من میدونن که من میدونم که یه تیمی رو گذاشته بودن که 50 میلیون آی پی اتک زده بود به سرورهای اسپانسر قبلیمون که نت یوزر هک باشه که سروراشون رو سوزونده بودن فقط برای اینکه اینا نتونن این کارو بکنن ولی باز ما راه گذاشتیم آدم گذاشتیم سهیل لطف کرد تیم گذاشت پشت این قضیه کمپانیای دیگه رو آوردیم توی قضیه الان مثلا جیو استور کمپانی جدیدی که ما داریم باش کار میکنیم و اونا اکانت های 3 ماهه پریمیوم اورجینال برای هر کدوم این شخصو درست میکنن حتی جایگزین باز داریم یعنی حتی اگه به اونا هم حمله بشه باز ما جایگزین داریم و این راهو نمیذاریم وایس تا موقعی که تمام پول این بتل دست مردم برسه و اکانت اسپاتیفای شه تازه منو پوریا از جیبم داریم باز یه چند نفر دیگه یعنی حدود 500 نفر دیگه رو حالت اسپانسرشیپ میایم باز خودمونم پول میذاریم که این کارو بکنیم حالا یه سری پلنای دیگه هم داریم که بهتون میگیم اینو بعدن ولی در کل همه اسناد و مدارک این خرید به زودی زود به دستتون میرسه به صورت لایو همه میتونن برن ببینن ما یه بلاگ براش درست میکنیم که همه بتونن برن ببینن چقدر پول اومده به چند نفر داده شده اسم و شماره تلفن همه هم باشه که یه وقت نگم ما واسه پسر عمومون و پسر عمومون رو نمیدونم پسر خالمون رو اینا زدیم این موضوع شماره تلفن باشه که علمی نیست ممکنه بعضیا نه چهار تا شماره هم. چهار تا شماره آخرش رو چیز میکنیم دیگه و بچه ها اینم بگم درگاه امشب بسته میشه یعنی دیگه امشب تا آخر شب هر کسی خریداری کرد هر کسی نکردم که دیگه ایشالله توی چیزهای دیگه یه تشکر بکنم از کسایی که با اینکه مبلغ این قضیه 10,000 تومن بود اومدن رقمهای خیلی زیادی رو واسه فرهنگ سازی دادن مثلا یکی 100,000 تومن داده بود یکی مثلا 200,000 تومن داده بود هر چی که شده باز جمع شده مثلا کسایی بودن که 20,000 تومان دادن 30,000 یعنی طرف نیومده بوده برای اسپاتیفای بخره واسه شرکت تو قوره کشی اسپاتیفای فقط اومده به فرهنگ سازی این موضوع کمک کنه و این برای ما خیلی ارزش داشت ان شاءالله بتونم یه حرکتی بزنم با بچه‌ها ما تلفنی به صورت مستقیم صحبت کنیم چون تعدادشون هم خیلی نیست یه تایمی بذاریم با کسایی که بیشتر مثلا از این قضیه حمایت کردن صحبت بکنیم باشون واقعا دمتون گرم اصلا اینجا ازتون تشکر می‌کنم من به نوبه خودم حالا بچه‌هام مطمئناً تشکر میکنم شما واقعا مرسی از لطفی که همه کردن به ما دمشون گرم خب آقا من خواستم اینو که بعضی هم میگن آقا این چه سودی داره و اینا 2000 نفر الان تقریبا دارن میان توی اسپاتیفای و این نه تنها برای خود پوریا و خشایار خوبه برای کل مارکت موسیقی ایران خوبه هر کسی که کارش رو اسپاتیفای میذاره شما حساب کن هر کدوم از این 2000 نفر روزی 6 تا 7 تا 10 تا شاید بیشتر آهنگ گوش کنه توی این پلتفرم چقدر باعث میشه که ویو آهنگا بره بالا وقتی ویو آهنگای خواننده ها میره بالا علاوه بر این که میتونن درآمد داشته باشن اگه ویو ها خیلی بره بالا میان تو پلی لیست های جهانی قرار میگیرن و این میتونه خیلی ما الان پلی لیست فکر کنم ایران نداریم اگه اشتباه نکنم اون موقع میتونه که داریم بیاد... آرام داریم یه سریاشو ولی اون پلی لیستی که الان با توی اسپاتیفای هستن خودشون هنوز نمیدونن که باید چی کار بکنن یعنی ما باید خیلی فرهنگ سازی کنیم ببین واقعا ما الان ماشین اومده توی مارکت ایران ما باید یاد بدیم آقا خیابون چیه نمیدونم راهنما چیه کلاچ چیه دنده چیه کمربند تو ببندی سرعت نه یعنی همه اینا رو ما باید یاد بدیم بهشون و من از همه آرتیستا میخوام اینو واقعا میخوام هر کی با من بعدم این کارو بکنه چون برای خودش خوبه چرا چون الان مثلا دقت بکنیم ما کسایی که بهشون اسپاتیفای دادیم برید مثلا من کسی که اد استوری کردن یه سریاشون رو تونستم اد استوری کنم طرف اومده منو فالو کرده پوریا رو هم فالو کرده کسی که من باهاش بدم هم فالو کرده کسی که من باهاش خوبم هم فالو کرده اون یکی آرتیستیه که اصلا من نمیشناسمش از نزدیکم فالو کرده یعنی اومدن اینا استریم میارن توی سیستم و برای همه خوبه یعنی کسی که میاد الان مثلا به من یه چیزی میگه راجع به مثلا فرهنگ سازی اسپاتیفای میاد
بر مقابل ما قرار میگیره خودش داره سود میکنه. داداش تو خودت داری اما سود میکنی از این قضیه، پس تو هم بکن که بقیه هم از طریق تو بکنن. میدونی چی میگم؟ دقیقاً رفته دیگه. آقا من چند تا از سوالای بچه‌ها رو بیارم بالا جواب بدیم پایه این، فکر می‌کنم آره بیا هر سه. خب بذار ببینیم سوال خوب. کامنت ها رو اول وا می‌کنم. آره کامنت ها رو وا می‌کنم. اینجا کوئسشن‌ها رو هم ببینیم. کوئسشن‌های خوبو بیار بالا آرام. اولیشو همینجوری آوردم تا بقیه رو پیدا کنم، گفتم شاید بخوای راجع به پلن صحبت کنی. من میگم چون هنوز پلنی راجع به این موضوع خودمون به صورت شخصی نشستیم پشت پرده اینجوری بشیم حرف بزنیم پلن نگیم نکسه. منظورش توی قراره با هم باش، یعنی تو قراره ببندی این کوئسشن، منظورش اینه. میگه آره توی آلبوم فیت داری داره، یعنی توی آلبومی که ما ده خب این کلن کلبه دیگه، الان فیت هم ممکنه توش باشه، یعنی آره شاید یه ترک اصلا دوتایی بپریم یکی دیگر رو دیست کنه علکی، ولی نه جدی مثلا خب احتمالش هست. جواب دادم به این سوال خیلی زوده الان. آره من همینو میگم دقیقاً. سوالا دارم من، میبینم زیاد جذاب نمیشه، کلکل کردم بچه‌ها. نه کلکلیا رو نذار. خشی سوال پرسیده که میگه خشی بتل بعدی با کیه؟ بچه ها من راک راستشو بخواین، نمیدونم دقت کردید یا نه، توی این بتل ما ساعت بتل رو گذاشتیم روی 10 و 10 دقیقه و 10 و 10 دقیقه زمانی بود که جنگ جهانی دوم تموم شد و من به نوبه خودم اینجوری حساب کردم، یعنی اینجوری پیغام فرستادم که اول از همه یه حالت کلکلی داشت چون هیروشیما ترکید، منظورم این بود که یه کاری کردم که ترکید همه جا، ولی منظور اصلیم این بود که من فعلا توی بتل دیگه نمیرم، دلیلش هم این نیست که نخوام بتل کنم، دلیلش اینه که میخوام بیام رو مسائل دیگه. من یک سال فقط وقتم رو گذاشتم روی داستانهای که حالا بیف اصلی من با یه آرتیست دیگه ای که اصلا من شروع نکردم، اون آرتیست شروع کرد و ما هم مجبور بودیم به خاطر یه سری چیزا جواب بدیم، ولی بعدش بتل رو خب من خیلی وقت گذاشتم واسش، هم با بچه‌ها صحبت کردم، همین فرهنگو جا انداختم که الان شما میدونید بتل چه قوانینی داره، چه داستانی داره، همین موضوع بتل الان راه افتاده و من فعلا دیگه بتلی نمی‌کنم، فعلا می‌خوام وقتمو بذارم، امسال من وقتمو می‌خوام بذارم روی حق و حقوق آثار هنری همه آرتیست‌ها، فقط خودم، شاهراهاشو درست بکنیم، راهکاراشو درست بکنیم و من میخوام وقتمو بیشتر روی این قضیه، چون بتل انرژی میگیره، خیلی انرژی میگیره و من فکر نمی‌کنم که الان مارکت ما بتل لازم داره. من فکر می‌کنم مارکت ما الان آرتیستا باید بفهمن آقا حق و حقوقشون یعنی چی، یعنی این که آقا توی حقی داری یعنی چی، یعنی چقدر پول در میاری از موزیکت و چقدر بهت میدن و چقدر توی 3 سال در میاری، چقدر توی روز اول بهت میده و همه اینا رو متوجه شن و بفهمن آقا کار با لیبل چه خوبیایی داره چه بدیایی داره، بتونن توی قراردادایی که می‌نویسن یه ذره فکرشون باز بشه، چون انگلیسی‌هاشون هم خیلی از آرتیست‌ها خوب نیست، حتی اونایی هم که خوبن باز باید بیان ببینن آقا چه چیزی برای توی قرارداد باشه خوبه، چه چیزی تو قرارداد باشه بده، و متاسفانه خیلی از آرتیست‌های ما کورکورانه چششون رو می‌بندن و به خاطر 2,000 دلار 5,000 دلار قراردادای عجیب غریبی رو امضا می‌کنن که اصلا براشون خوب نیست و توی 10 سال براشون اتفاقات بدی میفته و پولی که در میارن حداقل میتونم بگم 1/10 اون پولیه که میتونن تو 10 سال در بیارن و من بیشتر وقتمو دارم روی این مسئله میذارم و واقعا وارد جنگ فرهنگی شدم و واقعا دوست دارم که این موضوع رو به کمک کسای دیگه، مثلا پوریا خیلی اومد تو این قضیه، خودش هم نقشش خیلی خوب بود تو این قضیه، خیلی کمک کردیم، تقریبا میتونم بگم با همین کارو کردیم و با آرتیستای دیگه داریم صحبت میکنیم، خیلی حالا من فقط نیستم که دارم این کارو میکنم، بچهای دیگه خیلی دارن زحمت میکشن، حالا اسمشون رو دونه دونه نمیخوام بیارم ولی من خودم شخصا میخوام به نوبه خودم بیشتر وقتمو بذارم رو این موضوع. حالا پوریا تو نظرت کلا راجع به این موضوع کپی رایت و این جور چیزا چیه؟ کلا کپی رایت و کلا رویالتیز و کلا اینکه چه خوبیایی داره اگه این اتفاق بیفته، چه قشری رو ما کمک میکنیم بیشتر؟ یکی اینکه من چند تا چیز می‌خواستم بگم به وسط حرفت، منتظر بودم حرفت تموم شه. یه چیزی در مورد رپرای نسل 4 بگم اولش. به نظر من رپرای نسل 4 یعنی شروعی که کردن خیلی حرفه‌ای‌تره. اگه دقت کنید اکثریتشون مثلا میگن ترک اومد مثلا تو اسپاتیفای، یعنی همه‌شون رو اسپاتیفای، این خیلی چیز خفنیه. این در مورد نسل 4 حتما می‌خواستم بگم. مخصوصا این تعدادشون هم الان زیاده با اینکه یه ذره سبکاشون مدرن‌تره، ولی خب
یعنی نحوه حرکتشون خیلی جذاب و مدرنه. در مورد کپی رایت هم بگم، الان یه سری رسانه ها هستن، به نظر من بیشترین رعایت نکردن کپی رایت تو تلگرام اتفاق میفته در حال حاضر، و اینکه یه سری رسانه ها هستن، رسانه هایی که ادعا دارن خوبن و لینک میذارن ولی از طریق ساختن بات، نمیدونم اینو دیدید یا نه، یعنی یه بات میسازن که خیلی از رسانه های رپ فارسی اینجوریان که چنلشون ریپورت نشه. درسته اون ما میبینیم لینکو گذاشتن، ولی واسه من خیلی پیام میومد که رسانه های خفن که مثلا حتی دیدم رپرها هم استوریشون میکنن، مثلا ازشون تعریف میکنن، بات میسازن آهنگا رو اونجا دزدی پخش میشه و این خیلی چیز بدیه. در مورد قراردادایی هم که گفتی، حالا شاید تو نخواستی اسم ببری، نمیدونم ولی فکر کنم منظور قرارداد مثلا با آر جی باشه، حالا نمیدونم باید اسم ببرم یا نه، ولی خب اگه من خودم دارم میگم، این حرفت هم خیلی قشنگ بود. الان مثلا میرن یه قرارداد میبندن $2,000 میگیرن، در صورتی که به مرور زمان هم میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، هم میتونن یه فرنگسازی قوی کنن که خدا رو شکر حالا مخصوصا با حالا نگن پاچخاری، ولی درسته مثلا تو خیلی تو دوران چیزت حاشیه داشتی، ولی خیلی کمک ها کردی که باید ببینن، خیلی تو همیشه تو سعی کردی کارهای دزدی پخش نشه. حالا شاید بعضی وقتا با عصبانیت گفتی، شاید مثلا باید با آره یه بار قاطی کردم قشنگ، آره شاید بیان می‌کردی که مردم بیشتر درک می‌کردن، ولی خب حرفت راسته دیگه. خیلی از رپرها هم فکر کنم خودتو آوردی تو اسپاتیفای، من حالا شنیدم مثلا آرام بهم گفته، حالا من زیاد نمیدونم، ولی خب اون به نظر من کار درسته، همینجوری ادامه بده، مردم هم خیلی شورشون رفته. ببین من دمت گرم اینو میگی، ببین کار من نیست آخه این موضوع، کار همه است، یعنی مال همه است، یعنی من بزنی دیگه بعد آتیش میگیری و همه میان. آره دیگه دقیقاً. حالا یه حرفی قشنگ که زدی، حالا منم میگم اسم نبریم، ولی کلا من فقط میخوام یه چیزی رو بگم. آقا شما وقتی یه چیزی رو نمیدونید راجع به کلیت کارش و علمشو نداری، الان مثلا میگی حاشیه درست کردی، خب من واقعا حاشیه که درست کردم دلیلش چی بود؟ واقعا دلیلش چی بود؟ خودت الان گفتی دیگه، من دونه دونه حاشیه هام یه کاری کرد، مثلا بتلا جا افتاد، مثلا اسپاتیفای آوردیم، مثلا همه این داستانا، و تو میگی قاطی کردی سر رسانه ها. حالا من خب راجع به رسانه های حرف بزنم، الان رسانه داره از چی پول در میاره؟ همین مثلا رسانه های رپ فارسی تو تلگرام دارن از چی پول در میارن؟ هیچی در نمیارن. آقا شما بیاین به جای اینکه بیاین یه کاری کنین که خودتونم پول در نیارین، شما میشین لیبلای کوچیک کوچیک این سیستم، میتونید آرتिस्टای خودتون رو بیارید با رسانه‌هاتون بالا، و وقتی فرهنگ استریمینگ جا افتاده باشه، به جای اینکه یک میلیون نفر ایرانی توی اسپاتیفای باشن، 10 میلیون نفر توی اسپاتیفای باشن، شما دیگه خودتونم پول در میارین. من درسته که یکم قاطی میکنم میام حرفو میزنم، ولی من واقعی ام، من خودم ام، دلمه. مثلا یهو میگم آقا نکنید دزدید فلان و اینا، واسه این نیست که من بخوام بهشون بی احترامی کنم، واسه این که میخوام یه دونه زنگی رو تو ذهنشون بزنم، بگم آقا شما این کارو میکنی نه تنها براتون خوب نیست، برای ما هم خوب نیست، برای جامعه هم خوب نیست، برای هیچ کس خوب نیست. پس اگه شما بیاید لیک نکنید کارا رو و باعث شید که لیک نکنه، شما خودتون میتونید رویالتی ها درصد بگیرید، شما میتونید از این کارا افیلیت لینک بگیرید، شما میتونید خیلی پول در بیارید از این موضوع، خودتون نمیدونید ولی الان چرا؟ چون علمشو ندارید. حالا وظیفه ما اینه که این کار، و واقعا امسال میخوام بذارم، و واقعا میخوام امسال با رسانه ها حتی خیلی حرکت ها بزنم، حتی رسانه هایی که تو بگو 5000 نفر توی تلگرام دارن، درسته اونا هم خودشون خیلی تاثیر میذارن، این رسانه های کوچیک میتونن وسشن به هم، یهو یه رسانه 100000 نفری تشکیل بدن، لیبل شن، آرتیست ساین کنن، بیارن رویالتی بگیرن، پول درارن. چرا الان بشی تو اتاقت پست کنی دیست فلانی به فلانی چی بذاری بری یارو گوش کنه؟ نه تو پول ببری، نه آرتیسته ببره، نه هیچی، همه هم فش بخورن، تو هم فش بخوری، من هم فش بخورم، اون هم فش بخوره. خب ما الان فلجیم، ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم. ببین الان من یه نکته بگم، ببین من تو همین چند وقتی دیدم، من حالا سعی کردم رسانه‌ای که اینجوریان و با رفیقای خودم، حالا کسایی که میشستم ریپورت کنیم، طرف میاد پول میده، آهنگو میخره، آلبومو میخره، میده بالا، یعنی داری پول خرج میکنی که به رپ فارسی آسیب بزنی، بعد میای به خواننده ها و آرتیست هایی که هستن شروع میکنی نقد کردن، چرا این کارو کردید؟ تو داری به این کار صدمه میزنی، کی به تو اجازه میده که بیای حرف بزنی اصلا راجع به این؟ وقتی علمشو نداری به چه اجازه ای، به چه حقی کمک نمی کنید، آسیب هم میزنید، دو قرتونی میتونن باقیه. رپر اومده مثلا همین سر داستان شما که من خیلی عصبی شدم، خودم با یک رسانه ها درگیر شدم،
آره طرف دیدم اومده نوشته که این دیگه فیت بتل و کجای دنیا میفروشن فلان. آقا کجای دنیا بتل رو نمیفروشن، شما فکر کردی میری جایی که بتل دو نفر دارن رو استیج با هم بتل میکنن اون تماشاچیا که اومدن و صلواتیه، یا مثلا اونجا نفر اول انتخاب میشه جایزه میدن از جیب کی میدن؟ چیه این داستانا؟ وقتی نمیدونید میاید و به 5000 نفر 10000 نفر اطلاعات غلط میدید، بعد میرید کارو میخرید، شده آلبوم 150000 تومانه، میخرن میان مجانی اول نفر میذارن. بابا چیه فازتون؟ من نمیدونم. ولی حالا به جز این یکی اینجا نمیشه بود از نسل 4 حمایت نمیکنید، مردم انقدر ازتون حمایت کردن، بزرگترین حمایت که از بچهای نسل 4 داره میشه همین اسپاتیفای است که تعداد نفرات تو اسپاتیفای زیاده و میتونن آهنگا رو گوش کنن و نسل 4 یا اصلا کله چیز از اونجا درآمد داشته باشن. من چقدر دارم پرحرفی میکنم. یه سوال هست خیلیه، نوشتن که هر کدوم از کدوم تیک از ورسون یکی تو بتل خوشتون اومد؟ خب میخوای پوری تو بگو اول. من اونجا که میگی چیز، من دو تا ازش خوشم اومد، یکی از اونجایی که میگی پیل از اینجا انگوشتید شاقی، یکی اون تیکش دوست دارم که میگی چیز این لوزرا چی میگن ایلومناتی، اون تیکش هم دوست داشتم خیلی. ایوه ایوه. من خودم شخصا میگم با اول ورسو خیلی حال میکنم، اونجا که میگه توی کچیه کچه اونجا خیلی حال کردم، بعدم توی پارت فست دومت خیلی من با اون پارتت حال کردم، کلا با فلو رایمت خیلی تو اون تیکه حال کردم، ولی لحاظ لفظی میگم اون تیکش رو دوست داشتم. اونجا که میگی چیز خیلی باحاله، میگی خشی تو رب من دنیا جمع برده، اونجا خیلی بد زدی منو اونجا، چون من قبلا اسمش رو آورده بودم توی ترکم و با خود اون منو زده بودی، گفتم ای 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 این زرنگ دیدین چی کار کرده اینا، ولی خیلی حال کردم خودم، واقعا خیلی حال کردم خودم. سهیل تو چی؟ تو کدوم قسمت هر کدوم دوستیش؟ همون تیکه که خشی گفت و خیلی حال کردم. مال خشیره چی؟ تو کلا طرفدار پوتکی داد. آقا من از همینجا اعلام میکنم هر کی دوست داره منیجر من باشه میتونه به من دایرکت بده. من دیگه همینجا آقا تو اصلا نمیذاری من حرف بزنم. من میگم یه تیکه که تمام بچه‌ها مثل که امیر خلوت و سپه خلصن تو لایو، من از همینجا به همشون سلام میکنم. به به. آره بچه‌ها زده بودن اینجا که امیر خلوت و دنیا جهان بسته پوتک، ولی مطمئنم که خشی با ورسش از روت رد شد. من روک اینو میگم. نه آقا اینجوری هم نیستش داداش گلم. شیطونی نکنید، شیطونی نکنید. این میکنم من و پوریش داریم با هم. میدونم خودت اولش گفتی طرفدار پوتکی اولش. نه من خودم از میام قدیم موزیکای پوتک رو گوش میدادم و موزیکاشم خیلی هم شوخی میکنم آقا یه تشکری من اینجا از لیدر عزیز بکنم، لیدر بیتز، بچه ها خیلی زحمت کشید واسه بیت این موضوع، در کنار این قضیه واقعا خیلی خوب این قضیه رو جمع کرد، واقعا خیلی ممنونم از لطفش، از همینجا به شات اوت میدم، دمت گرم لیدر خیلی لطف کردی واقعا، دمت گرم. آره دمشون. من یه اولا یه خوش آمد بگم به همه آرتیستایی که هستن، عذرخواهی میکنیم اگه کسی ندیدیم، دمتون گرم، مرسی که هستید. و یه صحبتی میخواستم بکنم یادم رفت، حالا شما یه چیزی بگید من اون یادم بیاد. در مورد چی میخواستی؟ همون دیگه، یه دقیقه بسید، یه پیام اومد یادم رفت. خب تو میخوای بگو تو ورس من چی رو دوست داشتی؟ ورس خب من خیلی انقدر آهنگو گوش دادم که خیلی الان برام سخته، چون خیلی تیکاشو دوست داشتم، ولی بخوام بگم بذار ببینم یه چیزی بگی تو هم فکر کنم. عزیزم تو لایو رضا پیشرو، تو لایو همون پیشرو نوکرتم، سلام آقا رضا. به به به. آقا شما یه چیزی خدایی بگید من اینو فکر کنم. من یه دقیقه این پیامه رو دیدم همه چی پرید از ذهنم. خب بذار. خب ببین من مال خشی رو، من کلا خشی رو خیلی دوست داشتم، ولی من بیشتر اون قسمت‌های خشی رو دوست داشتم که یه قافیه یه کلمه میگفت وصل میکرد به دوتا بیتا، مثل اونجا که میگفت چی دیدی تو خودت نرینی حالا، اونجاشو خیلی دوست داشتم. به نظرم این نوعی که کلا قافیه ها رو میچید خیلی باحال بود، و به نظر من کلا نقطه قوت خشایار فلورایمش بود، ولی فکر می‌کنم یه نقطه ضعف داشت از دید مردم، به نظر من خیلی چیز بود کار، من خودم راحت میفهمیدم چی میگفت، ولی
به نظر میاد مردم زیاد نفهمیده بودن. من تو بیشتر متنا که دیدم خیلی‌ها میگفتن ما نمیفهمیم خشیار چی میگه، بار اول، بار دوم، بار سوم. ولی در کل برای پوریا ورست من خیلی نفهمیده بودن به خاطر همین دلیلش. اینم حالا یه توضیح بعدن وقتی حرف تموم شد میدم. من ورس پوریا رو دو تا جا شده سشم. یکی اینکه به کسایی که چت پخش میکنن تیکه انداخته بود، لو نمیره چتت با مگه بچه‌ای من، میگفت زیرش. و اون یه تیکه که راجع به مهرات ایدن میگفت، اون دو جا رو من خیلی دوست داشتم. نظرم خیلی فان کرده بود کارو. و اینکه در کل پوریا خیلی ورسش اینجوری بود که خیلی سنگین بود، در این حال خیلی راحت متوجه میشدن همه. و حس کنم سر این داستان یه پوینت خیلی مثبتی گرفته بود، چون خودش هم میگه تو بتل به نظر من باید این فکت ها باشه. و در کل که آقا دمتون گرم، من خیلی حال کردم. من این خشیار، این نکته که میخواستی و بگو، من عذرخواهی میکنم یه دقیقه مغزم پاچید الان. نه من میخواستم راجع به این بگم که توی رپ من، حالا مثلا من دارم سبک جا میندازم دیگه، مثلا میام مامبل رو جا میندازم. حالا همه شنیدن مامبل رپ، مامبل رپ، کسی نمیدونه مامبل رپ. حالا مامبل رپ به شخصه چیز بعدی نیست، خیلی هم خفنه. یعنی کسی اگه بتونه مامبل درست رپ بکنه، مثلا خیلی اولش من نفهمیده بودم. مثلا یکی دو تا ریاکشن دیده بودم اون تیکه که میگم یک لیگیم، و مثلا طرف گفته بود یک لیلیم، مثلا اینو چسبونده به مامبل رپ، در صورتی که من گفتم یک لیگیم بخوای بگیری، من بالا ابرام مثل ریگی. ریگی همونی بود که گرفتنش روی هواپیما، با هواپیما گرفتنش. بعد خیلی جاهای دیگه رو نفهمیدم، مثلا کرای ماشین زده بودن، مثلا زده بودن زدم اونجا که برگشتم گفتم که زور نزن چاقی نمیشه کره ماشی، یارو زده بود کرای ماشین. نمیدونم میگم چه تل نازی داری، اس سانتی، طرف زده چه تل نازی داری یه سه سانتی مثلا. خب نمیفهمم، من حق میدم بهشون که نفهمم واقعا این موضوع رو. و به نظر من، به نظر من یکم یکم عقب نمونید از سیستم، میدونیم. یعنی من الان اگه این کار رو مثلا 4 سال دیگه بکنم، شاید همه بگم واه مامبل رپ چه خفنه، ولی واقعا از سیستم رپ جهانی ما نباید عقب بمونیم. ما سیستم رپمون اونجایی پیشرفت کرد به نظر من که بچهای زدبازی اومدن مثلا قافیه دوتایی رو مثلا آوردن، این خیلی کمک کرد به مثلا رپ ما. خب ما باید بیایم ببینیم این چیزا رو، باید بیایم ببینیم مثلا ببینیم قافیه ها چه جوریه، مثلا این سبک ها چه جوریه. حالا اگه مثلا اتو تیون میاد توی سبک، نهیم همون موقع گارد بگیریم بگیم اتو تیون چیه، بیایم بگیم آقا اتو تیون با چیکار میشه کرد، ببینیم با مامبل رپ چیکار میشه کرد، میدونی. یعنی اینا رو باید چیز رو. مثلا با مامبل رپ من کاری که کردم تو مثلا بتل با خلوت، اومدم مثلا میگم یا، همه میگم فهم میکنم، من میگم یا، من در صورتی دارم مثلا میگم یا حق، قبلش دارم دوباره به امیر میزنم. خب یعنی اینا رو باید همه بفهمن. یعنی من خودم از خودم دفاع نمیکنم واسه ورس خودم، هر کی نفهمیده که خب من دیگه مشکل من نیست. ولی خب یکی از کارهایی که ما باید میکردیم این بود که ما میگیم لیریکسش هم پخش میکردیم. حالا من حتما لیریکس پارت خودم رو تو کانالم میذارم، کسی که دوست داشتن برام ببینن. برای پوریا هم فهم کنم همه فهمیدن دیگه، آخه پوریا واضح رپ میکنه، ما بد رپ میکنیم. آقا من یادم اومد چی میخواستم بگم. من خواستم تشکر کنم از، و اینم بگم بچه، روی کاور آرت این داستان 25 ساعت کار شده بود، شاید خیلی باورشون نشه، و دو نفر متفاوت، یکی طراحی دیجیتال کرده بود و یکی دیزاین، اونم مدوسا و وحید بودن. و اون چیزی هم که اهرمی هم که میبینید بالای سر پوریا، اون تک چشمای حرفا، اون خیلی ها میگفتن آقا اینا ایلومیناتی هم فلان و اینا، اون به خاطر این اونجا گذاشته شد، چون خیلی پوریا راجبه این چیزا حرف میزنه، آهنگ داره راجبش، اینا یه جورایی نماد پوریا بود، وگرنه هیچ ترویج چیزی خاصه نبود. و یه تشکرم دوباره میکنم از مدوسا و وحید عزیز، 25 ساعت واقعا وقت کمی نیست، خیلی زحمت کشیدن، خیلی خفن بودش. اصلا من وقتی برام فرستادی کاورو اصلا عشق کردم واقعا. بعدش فهمیدم سه نفر با هم چیز کردن. حالا من 100% از همینجا دارم اعلام میکنم که همه بدونن، هم من به پرودوسرها، هم به کسایی که کاور آرت دیزاین کردن برای استریمینگ اسپاتیفای و بقیه چیزا، بهشون رویالتی میدیم. حالا نسبت به عرف جهانی ما رویالتی میدیم، نمیتونیم بیایم 70%شو بدیم بچه‌ها، ولی نسبت به عرف جهانی ما یه سهمی رو در کنار این قضیه میذاریم. و ببینید چقدر قشنگه، ما کاور آرت زنامون پول در نمیارن، میکس منامون، ساوند انجینیرامون پول در نمیارن، بیت سازامون پول در نمیارن. اگه تمام اینا رو ما سیستم رو درست بکنیم که هر کسی از روی استریم خودش بتونه یه بخشی از اون استریم رو اختصاص بده به صورت عرف جهانی، چیزی که قانون مارکت موسیقیه، بده. الان مثلا بچه‌ای که زحمت کشیدن واسه کاور پول در میارن، بچه‌ای که زحمت کشیدن واسه
ترک پول در میارن، میکس من پول در میارن، همه اینا پول در میارن و با این سیستم ما همه چی درست میکنیم. مثل که حسن روحانی هم تو لایوه. نه. آره یه ها شروع شد همه چی دارن می‌نویسن. نه من نوشته امنم تو لایوه. حسن روحانی اینا طرف داره تو هنو هم پولی ها. خب میگن اومدن تو لایو من گفتم. نه شوخی میکنم. باحال بود کارشون اتوان خندم گرفت. خیلی کارشون باحال بود. آقا من حس میکنم که خیلی وقت لایویم یک ساعت و 16 دقیقه شده و اگه حس میکنید بحثی جا نمونده یه خدافظی کنیم که بچه هم اونایی که آره من هم نظرم همینه. به نظر من کم کم دیگه بریم همچنان توی بتل. بچه من فقط خواستم من به نوبه خودم تموم میکنم، جمع‌بندی میکنم و تموم میکنم. بچه همین جوری که لطف کردید، حمایت کردید، رفتید گوشت، لطفاً کانالایی که دزدی پخش میکنن رو به صورت خودجوش، ببین خودجوش یعنی تو نشستی، من نمیگم ریپورت کن، پوریا نمیگه ریپورت کن، هیچکی نمیگه ریپورت، نشستی دیدی یه کانال داره آهنگو میذاره ریپورتش کنید آقا، ریپورتش کنید آقا، بگید آقا این جوری و برید استریما رو بهتره کنید دیگه، برید استریما رو بهتره کنید ببینیم دوباره رکورد میزنیم یا نه. بعدم اینکه از رسانه ها میخوام که خیلی پوشش بدن به این قضیه رکوردی که ما زدیم، چون برای اولین بار تو رپ فارسی توی تاریخ خیلی بزرگی که ما داشتیم، برای اولین بار تو رپ فارسی ما 2-3 تا رکورد زدیم بچه ها. این کم نیست واقعا. رسانه هایی که حتی با من بدنم این کارو بکنن، حتی اگه با من خوبنم این کارو بکنن. فقط ما الان هدفمون همه شما رسانه های چید؟ رپ فارسی. ما آرتیست های چیم؟ رپ فارسی. ما هممون تیکه هایی از این موزاییک کلی هستیم، باید همه حتی اگه با هم حال نمی کنیم اون چهره واقعی این موضوع رو ببریم جلوتر تا بتونیم یه اتفاقات خفنی را بندازیم. دقیقاً. پوریا چیزی نمیخوای بگی برای آخر؟ همه گفتنی ها رو گفت، همون چیزایی که باید میگفت و گفت. من فقط میخوام تشکر کنم واقعا از همه، از همه طرفدارام، طرفدارای خشی، سهیب، آرام دیگه بگم، اون کسایی که کاور رو زدن، لیدر بیت، همه فقط واقعا دمشون گرم، واقعا دمشون گرم، عشقن همین. منم یه خسته نباشید، یه دقیقه سوال بخشید، من یه چیزی تا یادم نرفته باز بگم. یا شوخی میکنم تو لایو یه چیز میگم و داداش میدونی که دوست دارم. نه باش. آره شان بچه ها من یه نکته اضافه کنم. بچه ها حتما یادتون باشه کامنت برید زیر پست یوتیوب بذارید. کامنتش الان خیلی خوب بوده، ولی شما هم با این کامنت ها و اشتراک گذاری و اینا گرچه که همشون خیلی کمک کردن، همونا که خریدن به فرهنگ اسپاتیفای خیلی کمک کردن، همتون تو این رکورد، تو این فرهنگسازی دست دارید و قسمت مهمی هستید. پس یادتون نره که حتما برید دوباره اونجا، اگه دوباره دیدید، اگه دانلود نکنید، چون من بعضی دیدم میرن لینک یوتیوب رو میذارن دانلود میکنن تو گوشیشون نگه میدارن اونجوری میبینن، اونجوری نبینید. اون هیچ فرقی نداره که برید از یه چنل تلگرام بگیرید، رو خود یوتیوب استریم کنید، کامنت بذارید، حتما که کامنت ها بیاد بالاتر و اینا. و همین دیگه. سوهل جان اگه حرف آخری داری بزن که دیگه. بچه ها گفتنی ها رو دمتون گرم کلی دیگه. برو بریم که پروژه زیاد داره. دم همتون گرم، باعث افتخار بود. من یه قسمت کوچولو از این داستان رو داشتم. مرسی که اومدید. شب و روز همه خوش. شب بخیر برای بچه‌ها. اوقات خوش. خدا نگهدار.